زیش رو کم کنید، به جوش، بعد صافش کنید، بذاریدش کنار. اولی ماسکی که درست میکنیم یه چهارم پیمون آب، یک قاشق مربخوری قهوه فوری و یه قاشق مربخوری عسل. من چند تا از این پدا رو میذارم توش و خیسش میکنم و میذارمش توی یخچال. حتما بذاریدش توی یخچال. میتونید یه ربع تا 20 دقیقه بذارید روی چشمتون، برای پف و کبودی دور چشم خیلی خوبه. دومینش شیر که یک چهارم پیمونه و دو قاشق غذاخوری گلاب هست، اونم با پد میذارم توش، هم برای تیرگی دور چشم و هم برای جوانسازی دور چشم خیلی خوبه. سعی کنید هر ماسکی میذارید روی صورتتون استراحت کنید باهاش. سومی ماست، نصف پیمون آب گرم، یک قاشق غذاخوری ژلاتین، دو قاشق غذاخوری اون ژل تخم کتانی که درست کردیم و یک قاشق مربخوری از قهوه فوری استفاده میکنیم، میزنیم توش. گذاشتمش یک دقیقه توی مایکروفر و جوش اومد. پدر رو نصف کردم و چیدمشون توی بشقاب. بعد کامل سعی کنید که همه جاشو، یعنی سعی کنید پدا خیس بشه کامل، اون مایه رو بریزید روش و از هم جدا بذاریدشون. بعد بذاریشون توی یخچال برای یکی دو ساعت. من اضافهشو ریختم توی بشقاب همینطوری و پد زیاد نداشتم، گذاشتمش توی یخچال. ماسک چهارم، یه دونه سیب زمینی رو رنده کنید، آبشو بگیرید و نصف پیمونه آب بریزی توش با یه قاشق غذاخوری ژلاتین، اندازه دو قاشق غذاخوری ژل تخم کتان به هم بزنید، بذاریدش توی مایکروفر برای یه دقیقه باز. و پداتون رو بچینید توی بشقاب، کاملا خیسشون کنید، به هم نچسبن پدا. من بقیه مواد رو باز ریختم توی بشقاب و گذاشتم توی یخچال به اندازه یه دو ساعت و درش رو بردم، از هم جداشون کردم. خیلی راحت از بشقاب جدا میشن. بذارید توی ظرف مورد علاقتون. تمام این ماسکا برای یک ماه توی یخچال میمونه، به جز اونی که شیر توشه. اونی که با شیر درست کردیم یک هفته بیشتر نمیمونه توی یخچال. بذاری روی چشمتون یک ربع تا 20 دقیقه، هر روزم استفاده میتونید بکنید، حتی روزی دو بار، هر کدومشه که خواستی. یادتون اینم از ماسکایی که درست کردم، حتما بذارید توی یخچال. و یادتون باشه چی که اگه کرم زیر چشمتون هم بذارید یخچال، بعد چشمتون بهتر. اینم یکی. که یه دونه از اینایی که اصلا با پد نیستش، ولی با پد باشه راحت‌تر میمونه روی پوستتون. بذارید 20 دقیقه بمونه. میتونید دوباره هم استفادهش کنید، ولی من دوست دارم که بندازمشون دور. حالا من اون یکی هم میذارم که شما ببینید که امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.